سلام و درود میگم حضورتون به پادکست هفت خوش اومدید من ایمان هستم خدمت همه مخاطبین عزیزمون عرض ادب دارم من هم هرانوش هستم به نظر شما تغییرات اقلیمی چه تعریفی داره بحران های اقلیمی مثل گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی میتونن به شکل های مختلفی تاثیر بذارن این تأثیرات شامل افزایش دما، کاهش منابع آب و حتی حوادث طبیعی مثل سیل و خشکسالی میشن که میتونن به کاهش کیفیت زندگی افراد، کاهش تولید محصولات زراعی و افزایش ریسک بلایای طبیعی منجر بشن. علاوه بر این افراد در نقاط محرومتر ممکن نسبت به این تغییرات بیشتر آسیب ببینند. یکی از راههایی که میشه تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی رو کاهش داد آموزشه شما اگه به افراد آموزش درست بدید به اونها کمک میکنید که در خصوص بحرانهای اقلیمی آگاه تر باشن و تصمیمهای درستتری چه به صورت فردی و چه به صورت اجتماعی بگیرند. یا تشویق به اقدام باشه یعنی افراد رو ترغیب بکنه به اقداماتی مثل کاهش مصرف انرژی بازیافت حمایت از انرژی های تجدید پذیر و تغییر در الگوی مصرف غذاشون ما برای اینکه با جنبه های مختلف تغییرات اقلیمی و راهکارهای مبارزه و مقابله با اون بیشتر آشنا بشیم از آقای نیکاهنگ کوسر روزنامه و تحلیلگر محیط زیست دعوت کردیم که در این برنامه پادکست هفت با ما همراه باشند بریم باهاشون همراه بشیم مخاطبین خوبمون ما در خدمت آقای نیکاهنگ کوسر هستیم تحلیلگر و خبرنگار حوزه آب و محیط زیست بسیار خوشحالیم از اینکه ایشون دعوت ما رو پذیرفتن آقای کوسر من خدمت شما درود میفرستم خیلی خوشحالم از اینکه میبینمتون درود بر شما منم خیلی خوشحالم که در خدمت شما و مخاطبان عزیزتون هستم منم بهتون درود میگم و ممنونم که دعوت ما رو برای حضور در پادکست هفت قبول کردید جناب کوسر خوبه که صحبتمون رو از اینجا شروع بکنیم که وضعیت اقلیمی ایران رو در مقایسه با سایر کشورهای همسایش چطور میبینید؟ ایران به طور مستقل نمیشه ارزیابی بشه در چارچوب شرایطی که در یک بخشی از دنیا قرار داره به هر شکل در یک کمربند خشک نیمه خشک ایران قرار داره در کنار کشورهای مجاور خودش در بعضی مناطق ایران ممکنه وضع بهتری داشته باشه در بعضی جا وضع بعض بدتر ایران به طور کلی از منظر آبی میشه گفت که شش حوزه بزرگ وجود داره در ایران که بعض از این حوزه ها با کشورهای همسایه مشترک است. عنوان مثال مثلا حوزه دریای عمان خلیج فارس با کل کشورهای محدوده خلیج فارس و عراق اما یک اشتراکاتی ما داریم یا مثلا از اون طرف دریای عمان با پاکستان و کشور عمان به عبارتی ما یک وضعیت مشترکی داریم از نظر آب و هوایی هم مش مشترکات زیادی وجود داره اما اتفاقی که افتاده این هست که در گذر زمان تغییرات اقلیمی گرم شدن زمین و آثارش در خیلی از موارد مشترک هست در بعضی موارد ایران وضعیت بدتری داره در بعضی موارد کشورهای همسایه به عنوان مثال ما مثلا در بعضی از مناطق افغانستان شاهد نشانه هایی هستیم که میتونه قحطی رو نشون بده که شروع شده در اون طرف هم مثلا تضادهایی رو داریم با ترکیه بده این دلیل که در منطقه فلات آناتولی به خاطر کوهستانی بودنش و اینکه احاطه شده به واسطه دریای سیاه و دریای مدیترانه و جریان های آب و هوایی دیگر هر ابر بارانزایی اگر در موقعیتی قرار بگیره ترجیحش این هست که در یک منطقه کوهستانی سرتر بباره تا اینکه بیاد به سمت مثلا محدوده درچه ارومیه و این باعث شده بود خیلی ها این توهم براشون پیش بیاد که دارن ابر دزدی میکنند و ابرها به ایران نمیرسه در کل میتونم بگم وضع کل منطقه خرابه وضع ایران در مواردی خرابتر آقای کوستر شما توضیف دادید در مورد ایران که وضعیتش خرابتره ولی من میخوام بدونم که این خرابتر بودنش چه علت خاصی داره چون سوال مهمیه ما این روزها حالا انواع خشکسالی رو دیدیم که تعریف کردن دانشمندان اما نوع خوشسالی که ما در ایران داریم خوشسالی ویژه هست که به نام انتروپوجنیک یا انسان ساخته یا انسان محور شناخته میشه یعنی به دلیل مدیریت بد انسانی بسیاری از اون شرایط خاص اقلیمی تشدید میشه به عنوان مثال وقتی که ما منابع آب تجدید پذیرمون فرزن 100 میلیارد متر مکعب باشه اما به جای اینکه فقط چهل درصدش رو استفاده بکنیم و اجازه بدیم بقیهش به طبیعت برسه و در سفره آب زیرزمینی تغذیه بشه نه تنها کل اون استفاده میکنیم بلکه از ذخایر آبهای گذشته هم استفاده میکنیم و این باعث میشه که کشور ما خشکتر بشه یا مثلا میایم جنگلی رو در دامنه کوه قطعش میکنیم کوچکش میکنیم و محوش میکنیم میزان بارندگی در اون منطقه در گذر زمان میبینیم تغییر میکنه مثلا میایم یک مرتع سرسبز رو تغییر کاربری میدیم و تبدیلش میکنیم به یک کشتزار بزرگ یا مجموعه از کشتزارها هم میزان بارندگی در اون منطقه تغییر میکنه و منطقه خشکتر میشه و به خاطر اینکه اومدیم یک مرتع طبیعی رو تبدیل کردیم به یک کشتزاری که از آب استفاده داریم میکنیم برای آبیاری محصولات جدید تدریجا نظم اکولوژیک منطقه رو به هم میریزیم و در گذر زمان وقتی آب کم میاد و چاهای بیشتری حرف میکنیم زمین در اونجا نشست میکنه و اونجا بیابان میشه اتفاقی که در ایران افتاده در حقیقت بیابانزایی ناشی از عملکرد انسانی رو ما به خوبی میبینیم و به همین واسطه ما شاهد مهاجرت های وسیع هستیم از بسیاری از مناطقی که حالا قبلا عرصای کشاورزی بودن روستایی بودن و امروز متاسفانه بیابانی شدن و بسیاری از ساکنان روستاها چاره ندارن جز مهاجرت به هاشی شهرها و ایجاد یک تادلی جدید که اون هم کشور رو به آستانه یک سقوط طولانی تری میبره همیشه توی رسانه ها میبینیم که خب به هر حال رسانه های مقدار داستان رو پررنگتر میکنن یه جاهایی رو کمرنگتر میکنن ولی حقیقتا وقتی که نگاه میکنیم به کل دنیا میبینیم خب ایران ما خیلی خیلی منابع آبیش منابع زخایرش کلا زیاد بوده ولی همینجور به تدریج که داره از بین میره و خیلی خیلی متفاوت شده به نسبت قبل خب همونطور که فرمودین محیط زیست و کلا تغییرات اقدیمی خب خیلی زیادتر شده ولی این مسئله هم که شما اشاره کردین خیلی خیلی برای من جالب بود مرسی البته من یه نکته هم اضافه کنم که رسانه ها بر اساس میزان درکشون از مسائل محیط زیستی ممکنه بعضیشون بسیار خوب مسائل رو پوشش بدن بعضی به این دلیل که مثلا شورای تحریریشون کمتر کسی ممکنه باشه که توی حوزه های علوم طبیعی و محیط زیست تحصیل کرده باشه یا کار کرده باشه خب شاید تو بیان بعضی از مسائل مشکل داشته باشن و خب اگر ما این رو داشته باشیم که رسانه همشون بایستی دبیران حوزه های محیط زیستی داشته باشن و کسانی که آشنا باشن با مسئله توسعه پایدار و ارتباط اقتصاد و مسائل اجتماعی به مبحث محیط زیست و آب خب وضعیت بهتر خواهد شد این رو هم در نظر بگیریم که از نزدیک به 14 سال پیش آب و بهداشت هم به حقوق بشر اضافه شدن یعنی اعلامی حقوق بشر متمم هایی داره که یکیش این دوتاست و همچنین مند بودن از محیط زیست سالم هم یکی از حقوق بشری هست پس اگر شما میبینید یک کشوری یک دولتی میاد و محیط زیست رو آلوده میکنه آب رو آلوده میکنه و امکان بهره برداری و در اختیار گذاشتن اون بدون تبعیض به مردم رو از بین میبره خب طبیعتا ناقض حقوق بشر هست و در مبحث آب عنوان یک حق بشری ما داریم که دولت های امضا کننده میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی موظف هستند که آب رو بدون تبعیض به اندازه لازم برای نوشیدن و همچنین پخت و پز و در حقیقت بهداشت در اختیار همه قرار بدن اما در کشور ما متاسفانه اون بحث تبعیض هم اضافه شده به مشکلات مدیریت آب میخواستم ازتون بپرسم که برای تغییر وضعیت موجود چقدر از دید شما باز تعریف ارزش ها در جامعه میتونه مهم باشه ببینید ما تا قبل از دهه سی شمسی بخش قابل توجهی از مردم احترام بسیار بیشتری به آب میگذاشتن شاید به خاطر کم بودن آب در خیلی از مناطق بود که قدرش رو بیشتر میدونستن اما زمانی که دولت‌ها یکی پشت سر هم اومدن و برای حالا جلب رضایت مردم و یا توسعه کشور آدن آب رو سیستم مدیریتش رو عوض کردن به یک نکته توجه نکردن این که ما در کشوری که هستیم که کشور خشک و نیمه خشکی هست بایستی احترام به آب رو بیشتر و بیشتر کنیم نه کمتر و کمتر بحث حرام کردن آب عملا در طول این هفت دهه در حقیقت وارد فرهنگ ما شده یعنی این نوع بی فرهنگی است اما خب بالاخره چون بی فرهنگی هم نوع منفی فرهنگ محسوب میشه در اون چارچو میتونیم بحثش بکنیم اگر شما فرزن به کشور اسرائیل برید اونجا آشنا بشید با روشهای آگاهی بخشی و آموزش در ارتباط با آب میبینید که کودکان وقتی که در کودکستان هستند میآموزند که مصرف بهینه آب کشور اونها رو حفظ میکنه جامعه اونها رو حفظ میکنه اما در کشور ما مصرف بی آب استفاده آب به طور اشتباه در بخش کشاورزی در بخش شهری و حتی صنعت و اینکه مردم بی توجه بودن به آب به عنوان یک ارزش طبیعتا باعث شده که ما مسیری رو طی کنیم که ممکنه جگران ناپذیر باشه و نسل‌های بعدی ما آسیب بسیار ببینن از این منظر فکر می کنم که کار بسیار زیادی باید صورت بگیره ما هم خوشبختانه توی 8 9 سال گذشته خیلی تلاش کردیم برای این مسئله حالا از طریق تولید برنامه های تلویزیونی بحث در رسانه ها و یا ارتباط با فعالان در داخل کشور و تامین در واقع نیازهای علمی اونها یعنی مقالات یا دانشگاهی رو اضافه بکنیم براشون بفرستیم یا با استادان آشناشون بکنیم کل فعالیت ما این بوده که سعی بکنیم اندک اندک نگاه جامعه رو به آب تغییر بدیم و وقتی برنامه رو شروع کردیم از عنوان آبانگان بهره بردیم که آبانگان در حقیقت جشنی بوده در آبان ماه برای بزرگداشت داشت ایزدبانوی نگاهبان آب آب بان یعنی کسی که نگاهبان آب هست و و ما بایستی به این توجه کنیم که آب در فرهنگ ما در تاریخ ما خیلی مهم بوده و اگر حقامنشی و مدیریت آب رو بلد نبودن ما هیچ کار امپراتوری پارس رو نمی آقای کوسر من خیلی خیلی مطلبی که گفتین داشتم فکر کردم که چقدر معلم ها نقششون و مسئولیتشون سنگین هستش و چقدر خوب میشه که شماها افرادی که واقعا تحلیلگر هستین و خبرنگار هستین بتونین برین اصلا توی مدارس و توی دانشگاه ها درس بدید ما این بخت رو داشتیم که تونستیم انیمیشن ها و فیلم های کوتاهی درست بکنیم و بفرستیم برای معلم های در داخل کشور که اینا رو توی مدارس به نمایش گذاشتن که خب حالا جنبه تفریحیش و جنبه حالا شعریش مثلا آهنگ بارون بارونه رو ما استفاده کردیم الان مثلا داریم چند تایی که تولید میکنیم تا حالا این هفته یا هفته های آینده عرضه بشن مثلا آهنگ حبیب بزن بارون یا مثلا آهنگ گوگوش خوابم یا بیدارم یا آهنگ معروف فولکلوریک که در خوزستان و آقاسیون رو خونده لب کارون رو داریم انیمیشن هایی رو که حالا ساخته شده داریم الان صدا گذاری می کنیم و برنامهمون این هست که بتونیم از این فرصت استفاده بکنیم حالا که توانسته این با هنرمندان ایرانی که خارج از ایران هستند ارتباط برقرار کنیم و تولید بکنیم محتوا رو بتونیم این رو عرضه بکنیم به بچه های داخل کشور و این رو هم در نظر بگیریم که آموزش فاز اول آگاهی بخشی اما بایستی آموزش منطقی باشه بر اساس پایه‌های علمی مدون و ثابت شده نه اینکه بر اساس خیال هایی که داریم در مورد مسائل مختلف بیایم و بگیم ما برای حل مشکل ایران مثلا میایم یک کانال از خلیج فارس میزنیم به دریای مازندران و مشکل آب ایران حل میشه یا مثلا میایم از آب شیرین کن استفاده میکنیم بر خلیج فارس که آب سالم بدیم به مردم بی توجه باشیم به اینکه آب شیرین کن به عنوان تکنولوژی چه آسیب هایی به محیط زیست میتونه بزن اگر درست تنظیم و بررسی نشه شما نقش جوانان و نوجوانان رو در روند حفظ محیط زیست چطور میبینید هر انسانی به این مسئله نگاه بکنه که بدنش و تمام وجودش از آب ساخته شده و بدون آب نمیتونه زندگی کنه و به این بیندیشه که مسئولیتی داره, داره هم در قبال خودش و سلامتی خودش و هم در قبال عزیزانش و از اون آبی که یک هدیه هست بهترین استفاده رو ببره و اون رو بتونه سالم به بقیه منتقل بکنه خب یک قدم مهم رو ما تونستیم کمک کنیم برداشته بشه در اسرائیل من با یکی از این کارشناسان که صحبت می کردم گفتم خب سیاست کلی آب در اسرائیل چی از گفت اسرائیل از اول به مردم میگه که این آب به کسی تعلق نداره بلکه ماها مجوز استفاده از اون رو داریم و این استفاده که داریم میکنیم در یک چارچوبی بایستی باشه و قوانین و مقررات برای حفظ سلامتی آب در حقیقت یک قدمی هست برای اینکه حقوق همه مردم به عدالت بتونه تقسیم بشه و اگر ما بتوانیم به هر فرد ایرانی از هر نگاهی این رو بگیم که با... که این آب در حقیقت اگر درست مصرف نشه و درست استفاده نشه نسلهای بعد اون سهم و ارسی که باید بهشون میرسید دیگر نهال رسید و الان نسل فعلی نسل‌های فعلی ایران متاسفانه بخش قابل توجهی از آبی که بایستی به آیندگان میرسید رو از بین بردن و وظیفه ما اگر این باشه که بتوانیم شرایط رو برای حیات و زندگی با سعادت نسل‌های بعدی نمیتونم بگم تضمین کنیم ولی تلاش بکنیم که براشون فراهم بکنیم ما در این بود کوتاهی کردیم و یک وظیفه هر فرد آگاه شدن هست این رو نگیم حتما همه بایستی برن بقیه رو آگاه کنن نه هر کسی که کوتاهی کنه در آگاه شدن مسئولیت داره به نظر من و فاز بعدی این هست که ببینیم چه کمکی میتونیم بکنیم به بغل دستیمون و اگر این روند ادامه پیدا بکنه بدون در نظر گرفتن هویت افراد بلکه بر اساس انسانیت می توانیم یک جامعه بهتر داشته باشیم که متاسفانه نداریم ممنونم از توضیحتون قبل از برنامه داشتم گشتی روی اینترنت می زدم به یه مطلب جالب برخوردم که خالی از لطف نیست که اون رو با شما در میون بذارم یک جامعه باهایی در یک روستا در کشور هندوستان دست به اقدام جالبی زده اول تصمیم گرفتن که بحران ها و مشکلات مربوط به اون منطقه رو در خصوص محیط زیست شناسایی بکنن و بعد در خصوصش اقدام بکنن یکی از کارهایی که کرده بودن این بود که مثلا پروژه باغبانی مشترک راه اندازی کرده بودن یا آموزش رو شروع کرده بودن در خصوص راه های حفاظت از منابع آب و طبیعت و همینطور استفاده بیشتر و بهتر از منابع انرژی تجدید پذیر ما میدونیم که کشور ما ایران هم گروه های بسیار متنوعی درش زندگی میکنن چه به لحاظ باورهای مذهبی و دینی و چه از لحاظ اتنیکی و قومیتی از دید شما این گروه های مختلف چطور میتونن تأثیر گذار باشند در مقابله با تغییرات و بحران های اقلیمی در ایران من اجازه میخوام که یک چیزی رو اضافه بکنم وقتی من به هایفا رفته بودم و باغ بهایی رو دیدم و دیدم هم کیفیت محافظت از اونجا و اینکه کسانی که می آمدن اونجا و تحسینش میکردند این مجموعه رو چیزی هم میاموختن که میتوان در کنار همدیگر زیبایی آفرید و این زیبایی میتونه در حقیقت به زندگی بهتر هم منتهی بشه و اون مجموعه یک, حیات، یک مجموعه پویا من میدیدمش گرچه ممکنه باغ تحرکی نداشته باشه ولی زیباییش و اون بوی بسیار خوبش در ابتدای فروردین برای من خیلی جذاب و فراموش نشدنی بود و در جوامع مختلف هم دیدم که این گروه هایی که بتوانند در کنار همدیگر بر اساس یک هدف مشترک کاری مشارکتی انجام بدن حیات اون منطقه و حیات خودشون رو تضمین کردن متاسفانه اون چیزی که در کشور ما دیده میشه گروه های مختلف به صورت جزیره های پراکنده در خیلی از موارد فعالیت کردن در صورتی که اگر ما به این نقطه برسیم که منفعت همه ما در حیات سرزمین هست و در حفاظت از سرزمین هست شاید بتونیم اثرهای بهتری بگذاریم برای کل ایران زمین و حتی به کمک هم بشتابیم وقتی که مثلا در سیستان و بلوچستان اقلیتی از منظر اجتماعی و از منظر دینی ظلم به شده باشه و منابع آب اونجا به عدالت عملا در اختیار اون مجموعه قرار نگیره مردمی که در آذربایجان حتی هستن اگر تانکر بخرن و آب رو بفرستن به سیستان و بلوچستان به منطقه دشتیاری زمانی که اینها برای دریاچه ارومیه دوچار مشکل هستن و میخوان کار کنن مردم منطقه دشتیاری به کمکشون نخواهند اومد اگر ما بتوانیم این رو یواش یواش جا بندازیم که سرنوشت مشترکی داریم و برای این خانواده بزرگ کمک همه فرزندان لازم هست شاید بتونیم ایران بهتری بسازیم نه تنها ایران بهتر دنیای بهتری بسازیم خیلی ممنونم ازتون ممنون که دعوت ما رو قبول کردید و تشریف آوردید به این مصاحبه امیدوارم که دفعات بعد هم بتونیم شما رو داشته باشیم و باهاتون صحبت بکنیم من هم خیلی خوشحالم از اینکه این فرصت به من داده شد و با شما دو نفر هم آشنا شدم هم گپ زدیم و هم با مخاطبان خوبتون تونستم یک صحبتی بکنم و امیدوارم از اونها هم بیاموزم